5 seconds. Virtus Pros turn to pick. PSG LGDs turn to pick. Lion. لاین مارس خیلی قویه. لاینش فوق العاده قویه. لاین رو چیزم بازی میکنه. 4 بازی میکنه. تا اینجا که اگزن ندارن. وی پی. 5 seconds remaining. بنگ بنگ ببینم کی بود. مرد نامرئی. چاکر داداش این دست اگه مارس بالای 15 تا کیل بگیره 1,000,000 دونیت میکنم داداش قدرتمند. یا حالا داداش قدرتمند 1,000,000 دونیت از مرد نامرئی جالب میشه. خب از اونجایی که من تأثیری توی 15 تا کیل مارس نمیتونم داشته باشم، اینه که نمیتونم زیاد خودم ناراحت کنم. اگه من اون مارس رو بازی میکردم شاید خیلی فرق میکرد داستان. یعنی یهو مارس رو میدادی به من تو ویرتوس پرو، یهو پی اس جی ال جی دی رو تک پنگ میکردم. ولی خب چون مارس دست من نیست متاسفانه. او فهمیدم چی کار کنم. صبر کن دستای پشت پرده. صبر کن. بذار مسیج بدم به چیز. بذار مسیج بدم فیت بیان. یه دقیقه واسه ناموسن کله کن نصف حله. آها به مارس بمیر فقط، بقیه رو بکش. اوکیه حله، اوکیش کردم. فیت بیان بهش گفتن 15 بار به مارس بمیرید نصف میکنیم. 500 دونیت رو برمیدارم، 500 هم میدم فید بیان پخش کنه به تیمش، میشه نفری 100,000 تومن. فکر میکنم بیارزه براشون چون که پرایز تورنمنت هست 200,000 دلار. 200,000 دلار رو بخوام به 5 تقسیم کنن اونقدر رقمی نمیشه، ولی 500,000 تومن رو به 5 تقسیم کنی خودش میشه نفری 100,000 تومن. من به نظرم قبول میکنه، به نظرم میارزه. یعنی اگه قبول نکنه به نظر من دیگه ضرر کرده. دیگه من آفرامو دادم. بنگ دیگه. این قطعیه، بردن سخته ولی این شکلی دستای پشت پرده رو وقتی شما رو میکنی ترول شمن به ترول فینیکس فکر کنم لاینشون این شنچس. اوه ویرتوس برو بد میخواد بزنه پاره کنه ها. پی اس جی ال جی دی هم لاینشو ضعیف نکشیده. پی اس جی ال جی دی هم لاینش قویه. 100K پول وطنی. آره دقیقا میشه نفر یه پیتزا. آره هدف دونیت هم چی بود؟ آها 7 تا پیتزا پپرونی و 7 تا نوشابه خانواده. اوکی منطقیه. پنگولیر یکم اینجا ممکنه لاینشون ضعیف بشه. ترول فینیکس یا مارس لاین؟ نظرم مارس لاین قوی هست، فینیکس اونقدر خوب نیست مگر اینکه ترول شامن باشن که بعید بدونم. کوین دیگه دارن سولومید چیز میدن، بند میدن. استورم جی پی کی و کوین جی پی کی رو بند دادن. دد پروفیت بنه. آره دد پروفیت هم که خود ویرتوس برو بند داده. پا
پاک هم که بنه، هیروهای زیادی واسه وسط نیست. جاگرنات خوب اگو میزنه، جاگرنات ولی خوب ترول نمیزنه. ترول خوب میزنه جاگو، ترول قویه جلو جاگ. مچاپی بخواهی نگاه کنی، ولی الان تو لاین ها وی پی قوی ترن. تو لاین لاین انچنترس قشنگ شورت رو در میارن. فونیکس تو بازی خیلی خوبه، تو لاین خیلی عالی نیست. راست میگم بعد این تورنمنت پچ جدید میاد، هیرو جدید میاد. آره هم پچ جدید میاد هم هیرو جدید. اودی بد نیست، اودی خیلی پیک خوبیه برای وی پی. آه دوم کشید، دوم سولومید. این دوم میدم خیلی ویرتوس پرو میکشه، خیلی میکشه این دوم میدو. دوم امید میکشه، میخره درام بی کی بی. خب ببینیم اصلا مارس قابلیت 15 تا کیلو داره تو این بازی. اینو اگر بدوزه فکر میکنم خودش بکشه. بعید بدونم مارس حتی بیشتر از 10 تا کیل بگیره. 15 تا اسیست شاید، ولی 15 تا کیل خیلی بعید بدونم. من دیگه به عوامل پشت صحنه گفتم، گفتم ددایی که به مارس بدین هر کدوم 100 تومن میدم خدا وکیلی. حتی اینجوری 15 تا دد میشه 1500، ضررم میکنم 500 ضرر میکنم. سج اقتصادمونم خراب شده، خدا وکیلی نمیدم 100. او مگنوس چلو دوم، مگنوس ترول. او پیک پی اس جی ال جی دی گیریدی میشه اینجا، پیک پی اس جی ال جی دی اینجا گیریدی میشه اتفاقی که میفته. پاور رو هنو نگرفته مگنوس. جاگرنات انچنترس بعد نمیزنن، لاین رو قوی هن کلن، هیچی دینای نتونستن بکنن. ویو بعدی دو میشن اینا، ویو کلن نایت فال ویل کرد یه لحظه، بعد شمن رو هرس کرد، ولی خب چیزی هم از دست نداد. یه دونه یونیت میتونست از دست بده که تازه اونم نداد. پایین فونیکس دو نداره، خیلی ضعیفن تو این فاصله. کلن به نظر میاد تو لاینا، تو لستیتا چیز بهتره، وی پی بهتره. فقط مید مگنوسه که یکم جلوه تو لستیت از دوم، که منطقیه دیگه. هم اتاک دستش خوبه، همین پاور داره. این پاور تازه همین الان گرفته، کجا رفتون؟ آه نمیتونه این وری بیاد چون میبرتش زیر تاور. جی پی کی مجبور شد بره دور بزنه. او چقدر لستی تقوی افتاد سر اینکه این وری بازی کرد. 14-6-9-0 این که کارهای جی پی کی شد. اینکه هیچ وی پی به نظر جدامه بجز وسط، وی پی به نظر میاد هر دوتا لاین خوب زده. ترول همش 13 تا لستی داره و این ورم پنگولیر همش 15 تا لستی داره. ساید لین ها رو مثل که خورده، که منطقی هم هست. لست پیک مید لین بوده برای پی اس جی ال جی دی و لست پیک رو داره بهترم ازش استفاده میکنه. اصلا این چک رو که میزنه ساپورت چیز اومده وسط، شمن اومد رون رو سکیور کرد برای مگنوس. چرا آدم خوب داره لستیک میزنه، خیلی تمیزه.
تریپل شدم پایین، شمعت تیپی کرد پایین، شاید یک شیر نمکی بتونم بگیرم. از ویژن خیلی خوب موو داد. بلا فاصله لاین اینجا کارش میشه، دایو داره که یه دونه بزنه به جفتشون. اوه چه اتک سنگیر داره جینکیو. مگنوس خیلی نیده بودیم خیلی وقت، دقیقا خیلی وقت بود مگنوس نیده بودیم. و اصلا این پیکایی که خیلی وقت ندیدین یه وقتایی یهو گیم رو بد جوری وین میکنه یه دفعه ای. ای میز شده جی. آرپی شد دون، با آرپی هم نمیتونن دون رو بکشن چون 14 تا اچ پی ریژن داره به علاوه این آیس آرمور شروری که واقعا این آیس آرمور شروره، 5 تا آرمور میده به دون واقعا نامردیه. جدی رسمش نیست جدی. آیس آرمور رو باید نرف کنن. یا آیس آرمور میگیره دوم کلن دیگه قویه دیگه، هیچ کارش نمیتونی بکنی. تنها نقطه ضعف دوم آرمورشه، استرنگ تا هیچ پیش خیلی بالاست. یا آیس آرمور میگیره کلن. آه چه تیپی خوبیه کرد، چه تیپی خوبی کرد حاجی، حلالت باشه جینکیو، حلالت باشه پسر، حلال بچگیات واقعا. اون شیری که خوردی، اون آب شیر، این آب شیری که خوردی حلالت باشه واقعا. این آرمور آورایی هم که میده برای پوش خیلی خوبه، کریپا خیلی دیر به تاور میمیرن. این خیلی کریپ خوبیه برای سیچ کردن تاور. یه دونه این، یه دونه هلویر اسمشر، چون این هم اتک سپید میده دمیجش بالاست. حالا نیست کلن تو مپ دنبال یه دونه هلویر اسمشر میگردم، نیست. می داریم این که همی الان کشت، این هم خوبه، آورا اتک سپید میده. گوشی من بزنم به شارژ، دومو استفاده کردم بالاخره روی ترول. بهترین تارگت که میتونی دوم کنی دیگه، اکچولی بهترین تارگت. فیز بود بی کی بی هم همیشه میره این دومشون، یعنی همیشه آیتم یک میخره بی کی بی با دوم. جدی این آیس آرمور چرت و پرته واسه دوم. دوم رو نگاه کنین از لحاظ اچ پی، اچ پی ریجن، استرنگ، گیم، همه چی هیروش قویه، فقط آرمور نداره. بعد یه دونه آیس آرمور میگیره هیروش فول آیتم قشه. ممکنه یه ذره لینگش ترش باشه ولی نگاه سر آیس آرمور نگاه، هیچیش نشد. مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا کلن اتکا و اینا هیچیش نشد. دوتا ساپورت ها رو این بر کشتن، اون بر سرامیدشون رو کشتن. مگنوس هم بالاخره اوف دوتا کوراشون رو گرفتن یه جورایی، یه جورایی دوتا کورای وی پی رو گرفتن. کاملا به نفع پی اس جی ال جی دی بود این داستان. بالاخره تونستن این دوم رو بکشن. مگنوس الان خیلی داره کار رو در میاره، بعد با این بیلینک گرفته، بعدی هم اکورس داره میره، اکورس رو بخره دیگه کار خودش در میاره، خودش دمیج میده. پایین ببینیم چی میشه. جاگ اسپین تی پی به وسط و بعد از وسط میره. او این بره بگیره، اسپین تو بگیره ها. کلن هر چقدر دومو بکشی خیلی سوده، هر چقدر دوم بکنه دوم مثل آلکمیست میمونه لامصب. این لول دیوها رو بتونه دیر به دیر یوز کنه هم
خیلی اذیت میشه، هم چون همیشه نتورکش بالاست خیلی گلد میده وقتی میکشیش دون. الان چهارتایی کشتنش 253 تا گلد. خب آقا این اسموکه جالب میشه اگر بتونن باهاش ترول رو بگیرن. ترول که بالاست، مگنوس هم وسطه. اگه مگنوس یا ترول رو بگیرن خوبه، نباید برن رو پنگولیر. فیت بیان ببین چقدر خوب پوزیشنه، میدونه اسموکن. ویژنشون رو نها کن، هیچی ویژن از اینجا ندارن، اصلا نشون نمیده این ور، ولی این ور هم نمیدونن اون ور چه خبره. کلن توی فاگ ویرتوس پرو دارن بازی میکنن بچه های پی اس جی ال جی دی. به به این پیک، به به این پیک. حالا این ور لاکار میفته مارس. چقدر خوب کانتر اینیشیت کردن، چقدر خوب کانتر اینیشیت کردن. مارس رو تونستن بگیرن. حالا پنگولیر، حالا چنگولیر میزنه خودشو به لبش، کرم خودشو اینجا سیف میریزه. قبله اینکه بمیره کرم خودشو میریزه و ترولو نه میتونن بکشن. یه ذره بد شد که نتونه سیو و چین استام بکنه. الان دیگه به نفع ویرتوس پرو شد که دی ام صحنه رو دید و گفتش که آقا خوب اومدی داداش. بازی که آرومه، ولی از بعد از این روش بازی ناآروم میشه. اینجا برتری ریدینت دیگه، به خاطر نوع ویژنی که ریدینت داره روی روش مسلطه، در صورت که دایر اصلا روی این ناحیه ویژن نداره. میبینین باید حدس بزنن که روشنن ولی نمیتونن حدس بزنن. اینجا دیگه واقعا صرفا سر این که پی اس جی ال جی دی ریدینت تونستین روشن رو بزنه. هرچند که خب از تایمینگ دوم نداشتن و شیش جاگ نداشتن استفاده کردن، ولی خب محدوده‌ای که روش کنترل میکنه ریدینت میبینین، محدوده‌ای که دایر روش کنترل میکنه این بره. یه مپ دوتا این شکلیه دیگه، یه ذره کار دایر از بین 15-16 بعد که روشن و ملت میزنن سخت تره برای روشن زدن. دایر نمیتونه راحت روشن بزنه. خیلی عالی فیت بیان کارو در میاره. اتفاقا جای بدبخت اکتیوه، شیش نداشت. خب تو این فاصله باید فارم کنه دیگه. او اینجا اولتی مارس، اولتی فونیکس میخوابه. اولتی فونیکس رو میبینن فرار میکنن بلا فاصله و خب اولتی مارس خیلی خیلی زودتر از اولتی فونیکس ریدی میشه. فکر میکنن سب کنن تا اولتی مارس چیزش بشه. آها اصلا اسموک دارن میرن، میدونن که اصل داستان اولتی فونیکسه. فونیکس اولتی نداشته باشه به سادگی میتونن فایتو بگیرن. اسموک میخوام بیان کسی که میدو میخواد پوش بده رو بکشن. خیلی خوبه ها، خیلی کارشون خوب. وای حاجی چقدر خوبه وی پی. ببین کاری ندارم که فیل شد اسموکشون، ولی چقدر خوبه این ایدهشون که به جای اینکه اسموک کنن برن با اینا فایت کنن، اسموک میکنن اونی که میخواد بیاد میدو پوش بده میکشن. این واقعا خیلی قشنگه، جدی نشون میده تیمای تایر یک یه سر و گردن از ماها بیشتر میفهمن. این حالت که سه اون رفتن بعد ترول رو پیدا کردن، قشنگ میدونن انگار ترول اینجاست. خیلی خیلی خوب بازی کردن. او چهار تا بونتی رو برداشتن، یهو یه سوینگ عجیب غریبی تو نتورت اتفاق افتاد. دقیقا باست ببینم اکسپی که هیچی، یهو نتورت رفت به سمت پی اس جی ال جی دی. من مگنوسی که خیلی گیری داره بازی میکنه، ترولی که اونم بتل فیوری خریده جدا از این که مگنوس دارن و
همه جای مپ رو دارم فارم میکنم پی اس جی ال جی دی. خیلی گرید از گود خلاصه. اینجا اسموک رو برک میکنه ولی او چه آرپی دیدنشون اینجا قشنگ بعد جوری دیدنشون. حالا اینجا فیت بیانم میگیره پشت بکلاین داستانو. چقدر خوب ناتین کوسه اصلا رحم نکرد رفت از این ته هر کی بود و نبود و اینجا فیک تاکسی از ریل تاکسی اینجا ریل تاکسی کرد داستانو تاکسی واقعی. الان از این تایمین که آرپی ندارن ویپی میخواد استفاده کنه یا آرپی ندارن بریم اسموک. ویپی چی کار میکنه؟ وامیسته پشت درخت ها میگم ویپی پی اس جی ال جی دی ویپی حمله میکنه از اینا حمله از اونا دفاع از اینا اصرار از اینا انکار از اینا اصرار از اینا انکار و پوش دادن مپ و فرار کردن. پیداش کردن سوس که کثیفو پیدا کردم. مگنوس بهترین کیلی بود که میتونستم بگیرم. 517 تا گولد داد به سیف. 517 تا خیلی ها قشنگ جیگر میخواد. و اینجا جینکیو رو میبینیم که هاوتو رنکا پای نریمان کیوپیدو به شدت و به دقت نگاه کرده و میدونه که باید چی کار کنه توی بازی. تاور رو باز خودش پوش میده. خب الان فقط یه شیشه پنگولیر دادن دو نفر حذف شدن تا این حال و الان مپ دوباره برای چیز باز میشه. شیشه پنگولیر زیاد کولدانی نداره هنوز شیشه فونیکس رو دارن هنوز آرپی دارن لیول های اصلی کولدان بالا رو دارن. این چرا 91 ثانیه آها به خاطر آرکین رونه من یه خوده چرا کولدانش اینجوریه و چرا انقدر کمه کولدانش چرا 91 نگو آرکین داره حواسم نبود. او این فایت جالب میشه قشنگ. پی اس جی ال جی دی میدونی خیلی نمیخواد مپو بگیره فقط هول میده ویرتوس پرو رو بیرون از مپ خودش. یعنی هی اینجا رو میگیره هی ویرتوس پرو رو از مپ خودش هول میده بیرون هی بالا رو میگیره هی پایین هول میده بیرون هی میخواد کل مپو داشته باشه. یعنی این چیزی که ویرتوس پرو میخواد چی میگم پی اس جی ال جی دی میخواد هی میخواد کل این مپو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا کور دارن که جفتشون فارم میکنن هم مگنوس اکو سیبر دارن هم ترول بتل فیوری دار که اصلا این دوتا با از هم جدا بازی میکنن. یعنی این فیوری خریده چون اصلا بغل مگنوس بازی میکنه مگنوس همیشه این سایده مگنوس این سایده ترول این سایده واسه همین همش هول میدن ویرتوس پرو رو بیرون که بتونن هر دوتا طرف رو فارم کنن. خیلی هم اصراری ندارن که فشار خیلی عجیبی بیارن با یه شیشه پنگول میرن یه دوتا کیل میگیرن فارم میکنن دوتا کیل میگیرن فارم میکنن همینجوری میبینی 10 کی جلو هم با وجود اینکه دوم توی ویرتوس پرو هست و خیلی دوست دارم که پی اس جی ال جی داره اینجوری بازی میکنه واقعا خیلی باحاله این داستان. یه الان ترول اومد سمت مگنوس با این پاور دیگه خیلی خیلی هم سریعتر فارم میکنه. میبینی از هم فارمینگ پترنشون جداست مگنوس بالا ترول وسط تا پیمنشن مثلا با آرپی و مثلا شیش شمن و اینا بخواد یه فایت بکنن. اسموک
در راه هست آیا؟ بله، اسموک چی به فونیکس هست؟ بله، اسموک رو میزنه. بله، میخوان را سمت تاور بالا فشار بیارن چون پایینشون به اندازه کافی هنوز پوش نخورده. ویرتوس پرو هم حالا پشت این کیری ویو داره اسموک میزنه. شاید اینو خطی قطاری برن بالا. قطاری میرن بالا. ولی چیزی پیدا نمیخورن. اونا هم آتپوست رو میگیرن وامیستن رو های گراند. هیچ کدوم از دوتا تیم دوست نداره برتری های گراند رو از دست بده. اینا زیر های گراند خودشون وامیستن با وارد خودشون. اینا هم زیر های گراند و وارد و سنتری وارد خودشون وامیستن. پی اس جی ال جی دی جاشون با هم عوض شده. الان کسی که داره ضرر میکنه پی اس جی ال جی دیه، به خاطر اینکه ویو پایین کلش به تاور رفت، کسی فارمش نکرد. حالا دیگه پی اس جی میخواد بکشونتشون به زور سمت لاین بالا. فورتیفای هم میدن، بعد سری بیان لبه های گراندا رو بگیرن که جرئت نکنه. وی پی با رفتن روشن میخواد یه جوری فورس بکنه. آها، حالا آر پی و اگ نرسید به چیز کلن. اوف، یه لحظه فقط. چه هیلینگ وارده جای خوبی. یه لحظه از استان در اومد به 6 رسید. چقدر هیلینگ وارده پرش کرد. فونیکس رو نمیتونن بگیرن. چه جا خالی داد فونیکس. لایم وای بک میکنه. این فایت میتونه به نفع ویرتوس پرو تموم بشه چون لاین هم وای بک کرده. کجاست لاین؟ داره میرسه. لاین اگر برسه میتونن همشون رو بکشن. حالا یه ایمپل تموم شد. لایم وای بکش بالاخره به درد خورد و این روشن رو پی اس جی ال جی دی در واقع میده به خاطر پوزیشنینگ خوب هیلینگ وارد، که با وجود اینکه 300 بار اینجوری استان شد ولی هیلینگ وارده همینجوری داشت هیلش میکرد و با همین هیلینگ وارد تونست نمیره دیگه. با همین هیلینگ وارد تونست نمیره و کارو در بیاره. سنچی هم داره، داستم دارن، همه چی دارن. فونیکس هم کشتن و حالا تازه میخوام برن روشن رو بزنن. این کامبک قشنگ بود به خاطر پوزیشنینگ قشنگ هیلینگ وارد نایت فال و یه ذره بد بازی کردن فیت بیان که یه دهم ثانیه شیشش رو نتونست هیت بکنه و جاک در اومد از اون چیز، از اون استان و شیشش رو تونست پرس بکنه. یه مقدارم اوور اکستند کردن دیگه، یعنی خیلی رفتن پی اس جی ال جی دی. میتونستن بعد از بای بک لاین بک بدن ولی نکردن این کارو. لاین رسید کارو در آورد. دیگه مپ افتاد دست ویرتوس پرو بعد از اشتباه روشن. آقا نیم جاگم داره میاد. فورتیفای هم فایده نداره جلو مارس. کلن کلیپاد نمیمیرن. همه دارن دف میدن واسه یه پنج پنج خیلی. او نتونست چین استان کنه. حالا یه آرپی خیلی خوب، یه آرپی خیلی خوب، شیشه ترول با بی کی بی، شیشه فونیکس روی شیشه مارس. تقریبا هرچی کمبو مومبو داشتن زدن ولی خب ترول زورش نرسید بزنه. یه عالمه ماجیک دمیج دیگه داشتن، شیشم زد ترول. دو تا ساپورت از دو طرف میمیرن، یه دونه آفلینر وی پی هنوز میمیره. هنوز ایجیس داره جاگرنات. شارد خودش رو پنگول استفاده میکنه. یه ذره چقدر صفر بود مگنوس. یه ذره پوششون فیل شد دیگه ویرتوس پرو به خاطر آرپی خیلی قشنگ ناتینگ تو سه که واقعا تا اینجا یه جورایی MVP داستانه و فیت بیان عجب پنگولیه رو بازی میکنه. همون بیلده حاج آقا کیوپیتو زده، شارد بیلینک ایولو زده که واقعا به نظر من اوپی تایم بیلدشه با تلنت 3 ثانیه رولینگ تاندر دیوریشن. بهترین پنگولیه که شما میتونید بازی بکنید.
خیلی من این سبک پنگولی رو دوست دارم. ایسان مهدوی کیا رو نتونست بکنه، به جاش ماس بیستون داخته. چه فیوری کرد روی داستان. اوه نمیتونه یک کنه از توی شیشه مارس. این ور فونیکس، اون ور انچنترس. آها این اگه بذاره بالا بگیره. نه نذاشت، ویدیو گرفت و احتمالا بره یه لاین کریپ بالا رو کات کنه و بعدم تیپی کنه. آره یه ویو بالا رو کات میکنه، از الان سیف تیپی کرده که اگه داره میره واسه کریپ ویو بعدی بگیره که نه تیپی رو کنسل میکنه، چون به حال باید پایین رو دف بدن و کینگ اسلیر داره پایین رو پیش میره و این جالب میشه. چقدر بد پخش شدن توی من، خیلی اشتباه عجیبی کردم، رفتم پایین و بالا رو پوش بدن. بچه ها هر موقع تو دوتا سه تا لاین داره هیروهاتون نشون میده، یعنی قراره یه لاینتون مثل سگ بمیره، شک نکنید. توی بازی های تایر یک شما هیچ موقع نمیبینید که هر سه تا لاین یه تیمی نشون بده، هر سه تا لاین همزمان. این معنیش مرگه، این قشنگ معنیش مرگه. سه لاین فارم کردن مساویه با مرگ جلو هر تیم تایر یکی. حتی تیمای تایر دو هم دیگه اینو میدونن که نباید، یه وقتایی پیش میاد دیگه آدم اشتباه بکنه. و الان به چیز واضح شدیدیم که انچنترس داشت پایین نشون میداد، جاگرنات داشت بالا نشون میداد، وسط هم مارس و لاین داشتن نشون میداد. خب مطمئنن تیم اینه این میاد یه لاین رو میکشه دیگه، براش فرق نمیکنه. مثلا کلا آیتما رو اگه میخواید ببینی تو این فاصله برید آیتما رو ببینی. این آیتمات شونه ترول داره MKB میره، AC مگ اومده، پنگولیر اینا، گوسپتر لنز شمن، فونیکس هنوز ریفرشش نزدیک نیست، مگنوس بالا، نایت فال واترفرایش اومد، جی پی کی شیوا آقانی. آقانیمش خیلی خوبه، چیزشو باعث میشه که دومش دیوریشنش کولداش بشه 100 ثانیه بشه 140 ثانیه و بریک هم بکنه، یعنی مثلا دیگه جا کریت نمیزنه. چی میگم مثلا ترول دیگه چی میگم بهش اتک اسپید نداره یا چیز نداره، تور نمی کنه دیگه. این روشن دیگه PSG LGD نمیخواد بده دیگه، این روشن دیگه خرابه دیگه. او اینجا دیگه شمم میدونه مرده فکر کنم، ولی خب به جاش مارس رو گرفت کشتن دیگه. اوه چه لوتوس خوبی روی سویفت سلش جاگ زدن، چه لوتوس خوبی زد، حلالت باشه فیت بیان، حلالت باشه گل پسر، حلالت باشه هموطن. اون آب شیری که خوردی، این آب شیری که خوردی حلالت باشه. چه حرکتایی. هلت ریجن و هیل شدن و همه رو ریدیوس میکنن جفتشون، هم اسکادی هم بسه، هم ریجن و هم هیلینگ و همه رو کم میکنن. دوباره داره گرف میره بالا، ببین گرف سوسکی اومد پایین بعد سوسکی رفت بالا، قشنگ میبینی خیلی گیم سوسکیه. بیم پروبابیلیتی هم همین جوری رفته بالا اومده پایین دوباره اومده بالا. او اوکی آرپی و بیکیوی و بیکیوی شیش ترور که کلن روی مارس خوب شده، زد داستانشو برید، نمیتونه ترور بیاد بیرون فعلا. جاگ نتونست کاری بکنه چون مارسه رو ترور بیکیوی شیش کرده بود، مگنوس هم دیدی داشت
با بی کی بی چیز او ریفرش هم زد، ریفرشر شارد روشن هم دادن دستش، الان چیز دادن دستش یه دونه دیگه چیز کنه یه مانا نداره. همه میبینید چت واسدادم پشت چیز، واسدادم پشت ترول، این پنگولیر نمیره به این رکس اتک بده. یاد بگیرید تو رو خدا تو بازی پابلیکتون هم بذارید این ترول بزنه، شما واسید پشتش ساپورتش کنید، لوتوس بدین، لینکن بدین بهش، اگه کسی اومد روش فاهشن از این کارو بکنید. ببین لینکن میده بهش واسداد پشت سرش، کسی کمکش نمیکنه این رکس رو بزنه. دو بار مگا کرد پی اس جی ال جی دی، خداییش حق پی اس جی ال جی دی بود این گیم رو ببره. یعنی سر فایت روشن گفتم حاجی کله شد گیم، ولی نه، پی اس جی ال جی دی تونست دوباره اختیار گیم رو به دست خودش بگیره، خصوصا با این لست پیک مگنوس که یعنی جلو دوم قشنگ عالی هم پیک کردن، هم عالی از پیکشون استفاده کردن، خیلی خوب استفاده کردن از پیکشون، یعنی جواب خیلی درستی دادن هر جوری حساب میکنم. همینو دارم میرم بالا، ساپورت گرفتن و سوسکی بک. ببین چقدر خوبه آلین نمی کنن با سه هایگران، اصلا یه ساپورت میگیرن یه وای بک میگیرن میرن عقب لولاشون حاضر بشه، بی خود میرن تو هایگراندشون وامیستن بی خودی کار بد نمی کنن. تا الان دوباره شیش پنگول ردی شد. آه اسموک کردن، یه دقیقه ببینیم چی شد، صدا اسموک کنن؟ نه اینجاش حساسه، چند حساسه، هیچی نگید، هیچی نگید که اینجا اینجا الان داستان میشه. چت منتظر جامپ اسکر باشید، الان یهو یه چیزی از زیر میزتون میاد بالا و میبینی اه تو اینجا چیکار میکنی؟ گرفتن به هفت روش سامورایی کارهای جابو کردن. ریفرش شیش فونیک سالات اینجا جابو میبینیم که لاکار مون بنده خدا، قشنگ لاکار مون جی جی هم شد. اصلا جاگم دفعه دوم دیگه نزدن دیگه، چقدر خوب اینیشیر کردم روش، من خیلی دوست دارم. گیم هم شد، حالا مهم نیست، خواستم ببینم دقیقا چه لبل هایی روش دارم. هکس که شد، ابیسال شد، آر پی شد، شیش پنگولیر هم خورد، این چهارتا رو یادمه، ترول هم شیش کرد روش زدش. گیم قشنگ بود واقعا، حق پی اس جی ال جی دی بود که این گیم رو ببره، هم درافت وایز هم گیم پلی وایز، هم درافت واقعا عالی زدن جلوشون، همین که خیلی عالی بازی کردن جلوشون.